استاد، استاد، از شما خواهش میکنم با پسر یگانه ما کمک کنیم. از شاگردان شما خواستم، اونا نتانستن، یک کمک کنین. ای مردم بی ایمان و گمراه، تا کی با شما باشم و تحمل کنم؟ پسرت را بیار. دعا کردن البته فقط مثل که یحیی یاد داد. دعا کنید ای پدر آسمانی ما، نامت مقدس باد، دولت تو بیاید، اراده تو در زمین نیز اجرا شود، نان روزانه ما را بده، خطایای ما را ببخش چنان که آنانی را که به ما خطا کرده اند می بخشیم، ما را از وسوسه نگه دار و از شریر رهایی ده. بخواهید به شما داده خواهد شد، بجوید پیدا خواهید کرد، بکوبید دروازه باز خواهد شد، هر که بخواهد به دست می آورد، جوینده یابنده است، هر که بکوبد دروازه باز می شود. آیا کدام پدری برای پسر خود و ایوز ماهی مار و به ایوز تخم گژدم خواهد داد؟ خطاکاران هم چیزهای خوب به اولاد خیش می دهند، اما پدر آسمانی روح القدس را چقدر بیشتر به کسانی که از او بخواهد عطا خواهد کرد. به شما می گویم پس تشویش نکنید به خاطر جان خود که چی بخورید و نه برای بدن که چی بپوشید، زیرا جان از خوراک برتر و بدن از لباس بالاتر است. پرندگان را ملاحظه کنید، آنها نمی کارند و نه درو می کنند و نه در گدام ها ذخیره می کنند، صرفا خدا آنها را پرورش می کند. آیا شما چند مرتبه بهتر از پرندگان نیستید؟ می توانید با تشویش کردن با عمر خود بیفزایید؟ شما پس چون ناتوان استید برای چه تشویش میکنید؟ به رشد گلها دقت کنید که زحمت نمیکشند. حتی سلیمان نیز با همه شکوه و جلال چونین آراسته نبود. چون خدا علفی را که سوختانده می شود چونین می پوشاند، بیشک از این بیشتر شما را خواهد پوشاند. ای کم ایمانان، ایمان ما را زیاد کن. اگر به اندازه دانه اوری ایمان می داشتید، می توانستید به درخت بگویید کنده شده به دریا شنده شود و می دیدید درخت طاعت می کرد.
از وسوسه گریزی نیست، اما وای به حال وسوسه کننده. کسی که سبب گمراهی دیگران میگردد بهتر از سنگ آسیا به گردنش آویخته شده و به دریا انداخته شود. دولت خدا مانند چیست؟ میفهمید؟ مانند دانه یوری است که شخص آن را در باغ خود میکارد. دانه رشد میکند، درخت میشود و پرندگان در آن آشیانه میسازند. نمیفهم راجب چی گپ میزنن. چرا با مالیه‌گیران و خطاکاران دیگر میخورین و مینوشین؟ مریضان به طبیب ضرورت دارند، نه صحتمندان. خطاکاران را به توبه دعوت میکنم، نه پرهیزکاران را. راجب دولت خدا دیگه بگوین، من خوب نفهمیدم. ای گله کوچک، پدر آسمانی با خوشی به شما دولت خود را عطا می کند. آنچه دارید بفروشید و به فقیران بدهید. به عکس‌های مستحکم ساخته گنج جاودان را در آن ذخیره کنید که دزدی نمی شود و آسیب پذیر نیست. قلب شما آنجا با گنج خواهد بود. ای زن، از بیماری شفا یافتی. کار کرد. دو روزها برای علاج بیاین، نه در روزهای شنبه. ای ریاکاران، آیا کسی از شما در روز شنبه گاو و یا علاق خود را برای آب دادن نمی برد؟ پس چی عیب دارد اگر این اولاده ابراهیم بعد از 18 سال در روز شنبه از بند شیطان رهایی یابد؟ استاد نیکو، چطور حیات ابدی را به دست آوردن میتانین؟ مرا نیکو میگویی؟ هیچ کس جز خدا نیکو نیست. احکام را میدانی. زنا مکن، قتل مکن، شهادت نادرست مده، پدر و مادرت را احترام کن. ما از اون وقت جوانی هم احکام بجا آوردیم. یک کار دیگری هم باید بکنی. آنچه داری فروخته و بین فقرا تقسیم کن که گنج آسمانی خواهی داشت و از من پیروی کن. اما ما تجار هستیم، پول دار. چقدر مشکل است ورود توانگران به دولت خدا. گذشتن شطر از سوراخ سوزن آسان تر است از داخل شدن توانگری به دولت خدا. پس کی نجات میافتد؟ آنچه ناممکن به انسان برای خدا ممکن است. این دولت خدا را که وعده میتی کجا است؟ دولت خدا دیده شده نمیتواند. کسی نمیگوید ببین در این جا یا در آنجاست، زیرا دولت خدا بین شماست. زمان شما آرزوی دیدن دوره پسر انسان را خواهید داشت، اما نخواهید دید. سر انسان در روز خود مانند برق که سر تا سر آسمان می درخشد خواهد درخشید، اما اولا او باید زجر کشیده توسط مردم رد شود.
از بین رفتن زمین و آسمان آسان تر است از تغییر دادن یک نقطه از تورات. پیغمبران و شاهان می خواستند آنچه را شما دیدید ببینند و آنچه را شما شنیدید بشنوند، اما نتوانستند. چی باید کنیم؟ کلام خدا را چطور تفسیر می کنید؟ خداوند خود را محبت نما، با تمام دل، با تمام جان، با تمام قدرت و با تمام فکر، و همسایت را مثل خود دوست بدار. درست است، با این کار حیات میابید. کی است همسایه ما؟ یشکرا را خود فکر نکنم که باشد. و قیصر چطور؟ مردی از اورشلیم به شهر اریها میرفت، توسط دزدان لتکوب گردیده، برهنه و نیمجان گردید. اتفاقا کاهنی از آن را گذشت، وقتی آن مرد را دید راه خود را از او چپ نمود. بعدن خادم کاهن به آن محل رسید، وقتی او را دید او نیز از طرف دیگر عبور کرد. پس از آن مسافر بیگانه از قوم سامیری به آنجا رسید، وقتی او را دید دلش به حال او سوخت. مسافر نزد او رفت، زخمهایش را شست، روغن مالید و بسته کرد. بعد بالای مرکب خود او را به کاروانسرا برده پرستاری کرد. روز دیگر دو درهم به صاحب کاروانسرای داده، گفت از او پرستاری کن، اگر بیشتر خرج شد وقتی برگردم به تو میدهم. کدام یک از این سه نفر همسایه مردی است که به دست دزدان افتاد؟ کس که به او محبت کرد. شما نیست چنین کنید. بگذارید کودکانتان پیش من بیاید، مانعی نشوید، زیرا دولت خدا از آنهاست. و به یقین بدانید اگر کسی دولت خدا را مثل یک کودک نپذیرد، هیچ وقت وارد آن نخواهد شد. هر کی این کودک را به نام من قبول کند مرا قبول کرده، و هر کی مرا قبول کند خدا را قبول کرده، زیرا کوچکترین شما بزرگترین شماست. آی چی شده؟ اینجا چی میگذره؟ عیسای ناصری از اینجا تیر میشه. عیسا، عیسا، سرم رحم کو، سرم رحم کو. چه میخوایی برای تو بکنم؟ میخوایم بینا شوم. بینا شو، ایمانت تو را شفا داد. من میبینم، من دیدم، میتونم، من بینا شدم.